شورای هماهنگی راه سبز امید به مناسبت فرارسیدن سال نو و فراروییدن سبزه ها در میهن پیامی خطاب به راهیان سبز صادر کرد که در ادامه توجه شما را به آن جلب میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب و یا مدبر الليل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال ای دگرگون کننده دلها و دیدگان ای تدبیر کننده یه شب و روز ای تحویل کننده ی سالها و حالها حال ما را به بهترین حال تحویل بگردان هموطنان عزیز همراهان و یاران گرامی اینک در آستانه ی سال جدید قرار داریم تلیعه فصل سبز و آغازی دوباره برای همه ی کسانی که به دنبال تغییر و تحول حیات خیشتن و جامعه خود هستند دگرگونی به سوی فردایی بهتر و روشن زندگی پر امید و شاداب این روزها در حالی به استقبال سال نو می رویم که در پایان اولین سال صبر و استقامت دو سال تلاش و پایمردی برای حاکمیت ارزش های والای اخلاقی و بازگرداندن کرامت انسانی که همه ادیان و مذاهب در پی احیای آن هستند را در کارنامه خیش داریم این روزها با یاد جوانان برومند و زنان و مردانی که به جرم درخواست اجرای کامل قانون اساسی و حقوق مسلم شهروندی به شهادت رسیده و یا در بند قانون شکنان گرفتار آمدند در پای صفرهای سبز هفتین مینشینیم می نشینیم و با امید به بازگشت به عدالت، آزادی، استقلال و پیشرفت در جهت بهروزی و سعادت مادی و معنوی همه ایرانیان دست به دعا برمیداریم. هرچند که در لحظات شکوهمند تحویل سال جای خالی فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی و پیامهای امیدبخششان هماره سبز است. فرهنگ و هویت تاریخی ملت فهیم ایران در طی اعصار و قرون پذیرای چند صدایی به عنوان مبنای همزیستی مسالمت آمیز بوده است مردم ما در طول تاریخ در مقابل کسانی که خواستند با زر و زور و تزویر این چند صدایی را نادیده گرفته و تک صدایی را جانشینان نمایند مقاومت کردند اگر تاریخ رفت آمد اقوام مهاجم به این سرزمین اهورایی را بنگریم خواهیم دید که مهاجمان پس از چندی یا رنگ و بوی ایرانی به خود گرفتند و یا مجبور به ترک این سرزمین شدند چنانچه به تقویمی که هر سال بر دیوارهای خانه های میآویزیم بنگریم خواهیم دید سال خورشیدی با چهار فصل دوازده ماه منطبق با آن و مناسبت ملی ما و در کنار آن سال قمری با ماههایش و مناسبت مذهبی ما و در کنار آن سال میلادی ماهها و مناسبت های جهانیش چنین است که چهارشنبه آخر سال نوروز سیزدهم فروردین مهرگان و یلا و ده ها مناسبت دیگر با تاسوعا و آشورا و قربان و فطر و قدیر و به همراه روز جهانی کارگر روز جهانی کودک روز زن روز جهانی محیط زیست و میلاد مسیح در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند و حذف هر کدام نادیده گرفتن بخشی از هویت ایرانی اسلامی و جهانی ما تلقی می شود. صفره هفت سین و آین نوروزی خود نمایش پایدار این همنشی نیست آینه در کنار کلام خدا شادباش سال نو در کنار دعا به درگاه الهی برای دگرگونی حالمان به بهترین حالها دید و بازدید با خیشان و دوستان در کنار زیارت قبور رفتگان و شهیدان این است هویت مشترکی که به شخصیت مستقل و متفاوت شهروندان احترام گذاشته و میراث تاریخی ایرانیان را ارج می نهد. آیا خواست مردم ما طی دو سال گذشته چیزی جز به رسمیت شناخته شدن این چند صدایی بوده است پس چرا قتل و تجاوز ضرب و شتم حبس و حصر تحقیر و تهدید را پاسخ شنیدند؟ ای کاش حاکمان این مرز و بوم همانقدر که حاکمان ملل دیگر را به شنیدن صدای مردمشان فرا میخوانند خود نیز صدای مردم خود را میشنیدند ای کاش همه ی آزادی هایی را که برای مردم دیگر کشورها میخواهند برای مردم خود نیز میخواستند ای کاش در کنار به رسمیت شناختن حق حاکمیت بر سرنوشت ملل دیگر این حق طبیعی و خدادادی را برای مردم خیش نیز به رسمیت می شناختند و ای کاش به جای تلاش برای مصادره نهزت های ضد استبدادی منطقه از سرنوشت مستبدان درس گرفته و استفاده از زر و زور و تزویر را کنار می و قبل از آنکه خیلی دیر شود تسلیم خاص های مردم خود می شدند. اما اگر اقتدارگرایان از آموختن سر باز زدهاند ما درس های زیادی یاد گرفته و یاد داده ایم. ما آموخته ایم که برای رهایی از سیر انحطاط و ازمهلالی که دستاورد کوتهبینی، نخب گریزی، شایست ستیزی، خودکامگی و باندبازی حاکمان است، باید همچنان سرزنده و مقاوم و صبور بیستیم. میدانیم که به خشونت کشاندن حرکت عظیم مردم ترفند و دامی است که اقتدارگرایان برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب غیرقانونی شهروندان اندیشیدند حیله ای که دیکتاتورهای تونس و مصر و یمن و لیبی به امید فائق آمدن بر خیزش انقلابی مردم به کار گرفتند در این حال با بدیهی بودن و به رسمیت شناخته شدن حق دفاع مشروع از جان و مال و ناموس در برابر سرکوبگران همچنان بر استفاده از همه راهها و اشکال مبارزه مدنی و مسالمت آمیز پای خواهیم فشرد و با بهرهگیری از اهداف و خواسته های دیرینه که در نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد، انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات تبلور یافته، استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت را در سرلوحه آرمان هایمان قرار خواهیم داد. با صدای بلند می گوییم که انتصاب جنبش ضد استبدادی سبز مردم ایران به آرزومندان بازگشت حکومت های فردی غیر پاسخگو و یا تروریست های برید از ملت که هموطنان خود را به متجاوزان به این آب و خاک فروختند مکر ناشیانه و کهنه زمامداران بی است که با ندانمکاری سعی می کنند آینده ی تاریکی را برای پیروزی جنبش ترسیم کنند ما در طول دو سال صبر و استقامت یاد گرفتیم که برای اصلاح کجیها و مبارزه با انحرافات بزرگی که در انقلاب مردم ما پدید آوردند حق نداریم همانند اقتدارگرایان حاکم از هر وسیله نامشروعی برای رسیدن به هدف استفاده کنیم و التزام و پایبندی به مبانی و ارزشهای اخلاقی را حتی در سختترین شرایط و بزنگاه ها بر خود فرض میدانیم و بر خود میبالیم که جنبش سبز و رهبران آن در مقابل سیل اتهامات ناروا و زبان رکیک و سخیف حاکمان که نشان از عصبانیت و دستپاچگی آنان دارد مواضع اصولی جنبش را با خویشتنداری یا راسته به ادبیاتی فاخر بیان میکنند آموخته ایم که درباره مسائل و ششمندازها گفتگو کنیم و از خرد جمعی برای تصمیمگیری استفاده کنیم و اکنون منشور جنبش سبز که حاصل این گفتگوهاست بنای حرکت ماست که صد البته همچنان که بر اثر گفتگوها ویرایش شده است میتواند در فرایند گفتگو غنیتر شود یاد گرفته ایم که شبکه های اجتماعی که در آن عضو هستیم را با تشکیل جمعهای مختلف و یا تقویت گروه های مختلفی که در آن عضو هستیم تقویت کنیم یاد گرفته ایم که جنبش نوابسته به یک فرد که متکی به بیشماری خورده توان هاست یاد گرفته ایم همچنان که در دوران انتخابات بر پایه راهبرد هر ایرانی یک ستاد هر کدام در گوشه ای با ابتکارها و مقاومت کوچک دستاورد بزرگ به دست آوردیم از هر مجال برای گشودن پنجره جدید رو به امید بهره ببریم یاد گرفته ایم که راه تثبیت ارزش هایی که در عرصه سیاسی دنبال آن هستیم گره زدن آن ارزش ها در تمام عرصه ها و جاری کردن آنها در زندگی است یاد گرفتیم که در شرایطی که دولت ناکارآمد هر روز سفره مردم را کوچکتر می کند بیمسئولیتی دولت در قبال سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی مسئولیت ما را در قبال هموطن همسایه دوست و آشنا بیشتر می کند یاد گرفته ایم که در عین متکثر بودن در راه رسیدن به اهداف جنبش متحد باشیم و از هر گونه تفرق افکنی و انحصار طلبی که آفت و مانع راه است بپرهیزیم میفهمیم که شعله ور ساختن حس کینه و انتقام سرانجامی جز پدید آمدن استبدادی دیگر ندارد و در فردای پیروزی عفو عمومی همه خطاکاران به جز کسانی که فرمان و دستور سرکوب و ریختن خون بیگناهان و آزاداندیشان را صادر کردند و باید در دادگاه های علنی و در پیشگاه هیئت منصفه و مطابق قانون محاکمه شوند خداپسندانه ترین و اغلایی ترین گام برای سامان بخشیدن به این سرزمین مهنت زده است میدانیم که دستیابی به اقتدار و عزت در صحنه بین المللی نیازمند دست کشیدن از ماجراجویی های بیفرجام در سیاست خارجی و یافتن راهکارهای معقول برای حفظ استقلال از طریق همزیستی مسالمت آمیز است و حفظ منافع ملی تنها از طریق همکاری در جهت منافع مشترک جهانی ممکن است. باورمان این است که قانون اساسی دارای پشتوانه رأی مردم و نقطه اجماع ملی ماست و نهادینه شدن حاکمیت قانون به معنی الزام زمامداران حکومتی و دولت مردان به اجرای بیچون و چرا و کامل قانون تضمینی خواهد بود برای ایجاد حکومتی مردم سالار که از تضییع حقوق و آزادی های سیاسی ملت و بروز و ظهور استبداد و خودکامگی در لباس و شهره دیگر جلوگیری خواهد کرد. علا رقم درخواست مشروع ملت ایران برای حذف و اصلاح بخشها و اصولی که راه را بر شکلگیری خودکامگی هموار ساخته و با حاکمیت اراده و حقوق مسلم مردم مغایرت دارد پذیرش حاکمیت قانون در همه امور ارکان و مناسب را تنها راه برون رفت از وضعیت کنونی و احقاق حق شهروندی تلقی می کنیم. ایمان داریم که میزان رأی ملت است به خوبی واقفیم که زخم که در طول تاریخ بر تن رنج دیده ی این مردم وارد شده ناشی از قدرت های فراقانونی و قانونگوریزی است که این روزها به عرف رایج حکمرانی تبدیل شده و برای بازگرداندن عزت و استقلال به قوه مقننه و قوه قضاییه تاکید بر اصل تفکیک قوا و عدم تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد که به عدم پاسخگویی و گسترش فساد می انجامد ضروری است بدون تردید پافشاری بر آزادی سریع زندانیان سیاسی که به صرف اعتراض و انتقاد به رویه های جاری با انواع اتهامات ساختگی بازداشت و به روش کاملا غیرقانونی محاکمه و به جرایم بیپایه محکوم و در زندان به سر میبرند با روح دینداری و آزادی خواهی سازگار خواهد بود میدانیم که برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز حق مسلمی است که هم در قانون اساسی ما و هم در بیانیه جهانی حقوق بشر که کشور ما نیز آن را پذیرفته بر آن تاکید شده است میدانیم که دفاع از حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها و زنان برای دستیابی به ایرانی بهتر ضروری است بر خود واجب میدانیم که از هیچ تلاشی برای رفع بازداشت و حصر رهبران جنبش سبز و همسرانشان که نمونه استقامت و پایداری برای احقاق حقوق حقه مردم هستند تا جان در بدن داریم دریغ نورزیم میدانیم که نیل به آزادی و به دست آوردن زندگی عزتمندانه بدون تلاش و استقامت میسر نیست و به قول سعدی بکوشید تا جامعه ذلت نپوشید میدانیم که کشوری با این همه ثروت خدادادی و سرمایه هنگفت انسانی نباید به علت سوء مدیریت دولت مردان مردمانی تا این اندازه فقیر و مهنت زده داشته باشد آری ما برخلاف اقتدارگرایانی که تنها راه تکیه بر قدرت را در ارعاب و سرکوب و فرافکنی می دانند درسهای خود را به خوبی فرا گرفته ایم و ایمان داریم که خداوند حال هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودشان حالشان را دگرگون کنند از همین روز سال جدید را همراه با شما مردم آگاه و مقاوم باز هم با صبر و استقامت و امید به پیروزی آغاز می کنیم چرا که می دانیم پیروزی همانا گام زدن در راه است و با شما هم میشویم می شویم که سبز یعنی استقامت تا بهار و نوید می دهیم که در آینده با هدف متنوع ساختن شیوه های مبارزه مدنی ارتقاء تشکیلاتی جنبش و گسترش ابعاد بین آن برنامه ها و راهکارهایی را که با بهرهگیری از نظرات رهبران و فعالان جنبش سبز راهی شده ارائه نماییم ایمان داریم باران که ببارد همه راه دوباره سبز خواهد شد شورای هماهنگی راه سبز امید 25 اسفند 89